مهمان یار. سلام، عیدت مبارک. داخل آجا و غازی ها تاعت باداد بخیر هستی؟ عید قربان است، تو حق گوشت مرا چون آوردی؟ یا قربانی نکرده بودی؟ قربانی نکرده بودی؟ خب تو اگه قربانی نکرده بودی، پدر جان خب حتما قربانی کرده بود. یا باز برم بخیر روان میکنی؟ حال خوب است، یک تیر دو نشان است. هم برش عید تبریک میگیم و هم میریم به خانهش مهمان میشیم. خوب میشه؟ خب یاد است ما و تو از عید سعید فطر، از عید که قبلا گذشت، از او عید تا عید ما و تو رفیق شدیم، دوست شدیم. یا یاد رفته؟ اینه بخیر، از دوستی ما و تو یک عید گذشت، یک عید. با امیدی که بخیر عیدها به خوشی سپری شوه و سالای سال ما و تو دوست باشیم، درست است؟ خب ما تو بسیار قصه کردیم، بخیرم امی دوستایی که ما رو میبینه، تو رو خونه میبینه، ما رو میبینه، ام دوستایی که ما رو میبینه، بخیرم تو حال اونا قصه ما رو گوش داشتن دیگه. اگر اجازه باشه از طرف تو، از طرف خود عید برشان تبریکی بگویم، درست؟ من خود عید تبریکی گفتم در برنامه که دیروز و پریروز داشتم، این بار از طرف تو عید تبریکی میگم، درست است؟ خب سلام بر کسایی که مهمان یار میبینن، بازم برنامه مهمان یار است و میریم به خانه یکی از یارای ما مهمان میشیم و کمره ما هم عید از صمیم قلب بر شما تبریکی میگه. مهمان یار. خب بالاخره رسیدیم به خانه کسی که باید امروز مهمانش شویم و خوشبختانه که امروز زوام بسیار خوب است، هفته و از ساسمانم صاف یابی است، یک کمک سرد است اما از دیگر روزا که قدر سرد نیست، از دیگر روزا که خوب است و به بخاطر تو هم بخلم بسیار خوش هستی. خب میفهمیم مهمان که میشم میره باید به دوستو ها بگویم، درست است؟ تو خبر داری، درست؟ تو هم خبر نداری؟ خب اینا بر تو میگم و بر دوستام میگم که ای بار بخیر در برنامه مهمان یار مهمان صبرینا ثاقب عضو ولسی جرگه میشه. صبرینا ثاقب هم میشناسی؟ بخیرم در وقتایی که انتخابات بود عکسایش روی دیوالا دیدی، درست؟ اینا بخیر میریم خودش هم میبینیم. حال میریم بخیر دیگه داخل منزل میشیم. خب داخل اتاقم شدیم و تا حال خانم صبرینا ثاقب نیستن و انشالله که حتما میرسن. تا وقتی که خانم صبرینا ثاقب میه پوله رو به ما روان کرد، میگه تو کامره خودم مصروف بسازین. قرار شدی چرا؟ بخاطر دیگه چرا نمیه؟ که که دیدی پلاستیک پوش کرده؟ او خبر داشت که این کامره میه و اگر دیگه چند دقیقه نامد مجبور دیگه یک جای دیگه میمون شویم. باش برادرشان خواه آمد؟ آه خودشان هم آمد. چشم ما شما روشن. سلام برسه. سلام، خوب هستین؟ بخیر؟ عید شما تبریک. عید شما مبارک. بفرمایید. و نگفته نمانه که متنا نامدیم، امرای کمره هم هست. سلام به کمره شما و به مهمونای کمره شما هستم. خوش آمدین همتون. عید هم مبارک. بفرمایید. روز عید مصروف چی کارا بودین؟ کجا رفتین؟ کجا نرفتین؟ روز اول عید کمی استراحت بیشتر کردیم. ما چون در طول روزهای هفته مصروف کار ما هستیم، کمی استراحت کردیم، باز حمام کردن و ما هم همچنین طبعا روز عید آدم آماده رفتن به جای میشه. ما چون نسبت به دیگه اعضای فامیل خردتر هستیم، باید به دیدن بزرگای ما میرفتیم. یک جای فاتحه بود، اول اونجا رفتیم و بعدم دیدن خاله، عمه، خانه ماما، بزرگا رفتیم دیدنش. خب شما قسمی که دوستان خبر دارن و کامرام در آغاز به من گفت که عضو ولسی جرگه هستین؟ بله، من یکی از
جوانترین اعضای پارلمان افغانستان هستم. چند خواننده دارین شما؟ با پارلمان؟ در پارلمان بله. دوستای زیادی دارم و هرچی که زمان میگذره صمیمیت بیشتر میشه. در ابتدا فکر میکردم تنها هستم به خاطر از اینکه سنم کمی متفاوت بود، اما هرچی که روز میگذره چون شناخت بیشتر میشه، من میبینم که اما تو که ارادت من نسبت به همکارایم بیشتر میشه، اونا مرا بیشتر دوست دارن. تعدادشان زیاد است ولی حدودا میتونم بگم 4 تا صمیمی تر هستیم. چون خانوما که بعضی وقتا تنها میشه باز بین خود قصه میکنه. خانوما نه تنها، برادرایم هم قصه میکنن. اتفاقا ما فکر میکنم اونا بیشتر قصه میکنن. صبرینا جان، در وقتی که انتخابات بود، وقت کامران بر ما گفت من خود کاندید میکنم. گفتم چرا خود کاندید میکنی؟ گفت بخاطر اینکه میخوایم روی جاده در سرکا هر طرف عکسایم باشه و مردم مرا ببینه. من فهمم که باید هست عکسای صبرینا جان کدوم وقت دیده بودی روی جاده عکسای زنانه؟ اما کامران میگه که چهره صبرینا جان در عکس یک قسم است، حال که آمدیم با یک کس دیگه ما روبرو شدیم. من نمی‌فهمم چی تغییرات می‌بینه. چی تغییرات می‌بینی؟ شاید شما درست میگین، من اون وقت کمی جوانتر بودم. 2 سال پیش تقریبا یک، شما میفهمین که حدود چند ماه ثبت نام طول کشید، فکر میکنم 4 ماه تا از اعلانش تا ثبت نام، و بعد از او 2 ماه هم تا زمان شروع کمپاینا و 1-3 ماه در کمپاینا که من بعد از او بسیار لاغر شدم، من بسیار چاق بودم. شاید این فشاری که به من آمد من را لاغرتر ساخت. اما طبعا عکس توانایی، یعنی توانایی عکاسی چیزیست که شاید همیشه هم اغراق نباشه، ولی در رنگ فکر میکنم که اغراق شده، بعضی رنگ ها تغییراتی درش آمده. بله کمی متفاوت است. حال من نباید شاید با جزئیاتم بگویم، اونجا میایم بلندتر بود، حالت چادر پوشیدنم فرق میکرد، اینا همش جزئیات است. لباس روشن بسیار فرق میکنه در چهره آدم تاثیر داره. رنگش کدام بود؟ چی رنگ بود؟ باز عکس یک بار میبینیم خیر باشه. خوب است، حتما. مهمان یار. مهمان یار. مهمان یار. صبرینا جان، خانه شما هر روزی نیست؟ هر روز از این کیک و کلچه و میوه ها است؟ چیزایی می باشه برای خوردن، ولی شاید متفاوت باشه، یکان چیز پیدا میشه. خوب است که بعد از این کامران میتونه اگر جای دیگه کدوم جای دیگه چیزی پیدا نکرد برای خوردن، باز روانش میکنم به خانه شما، درست است؟ فکر میکنم همه جای هست. ما که خودم شخصا هر جای رفتیم، مهمان نوازی افغانا واقعا شاید بگیم نظیر نداره، یا کم نظیر است حداقل. خانه ما شاید کمترین هم باشه. خب پیشتر مرا او گپ که زدیم امورو بگوی میشه؟ پرسانش کنم؟ کامرا گفت که صبرینا جان بسیار خرگوش دوست داره. خرگوش حیوان زیبا و شاید باهوشی هستش، ولی ما سمبولا یا نشان انتخاباتیم خرگوش بود، او رو من انتخاب کرده بودم. حال دیگه بخیر، به خاطر اینکه شما آشپزی هم توال نکردین، دیگه وقتا تنبل شدین. حال دیگه کامرا خواهش میکنه که شما برین آشپزی کنین. خوب خیر، اگر چیزی مزه‌دارم نبیه یا بسوزم، اما شما به تحرک انداخته میشین، همین خوب است. یک تمرین میشه بر شما. شاید نیاز به تمرین نداشته باشم، اگر به وقتش وقت کافی داشته باشم میتونم که غذا درست بکنم، ولی کمی تنبلی شاید بگویم که به هر حال هست. من نمیفهمم که چی باید پخته بکنم برای شما، آماده میشه یا نمیشه که نوشی جان بکنید. نمیفهمم، اگر مجبور باشم به آشپزی خب طبعا میرم، ولی اگر مجبور نباشم پیشنهادتان رد میکنم. خب بپزه کنم چیزه؟ 100% باید بپزه؟ هیچ دکنم رای دیگه نیست؟ مجبوریت است. چی کنیم دیگه؟ گپ کامران رد کردن نمیتونیم. من نمیفهم چی باید بپزم، ولی حتما یک چیزی خواب پخته کردم. باید بپزه به خاطر اینکه ما مهمان هستیم. اگر خانه ما تو مهمان بیه، ما هم برش میپزیم، درست؟
خانه تو اگر میمون بیای برش چی میبازی؟ شلغم جوش داده؟ نه هیچ خانه میمون نمیم اصلا که تو شلغم با ما جوش میکنی، چون و متاسفانه اگر چیزی که دوست ندارم شلغم است. سبرینه جان بسیار احتیاط کنین که خدا نخواسته دستتان نه کد کارت نزنین. معمولا هدفی که داخل آشپزخانه میایم یا میسوزم یا دستم میبره، ولی خب کمتر پیش میاد فعلا چون دیر زمانی شده که من آشپزی نکردم. خوشبختانه از قبل آماده است، پیاز سرخ کرده است. خب به نظرم کاش که میموندین که روغن خوب صحیح سرخ میشد بعد از او گوشت منداختین. ضرر داره روغن بشه داغش، سرطان زاست اگر شنیده باشین. خب 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 خیلی مهمانای ما را چون دوست دارم میخواییم سالم و سلامت باشن، طبعا حتی پیاز نباید زیاد سرخ شده ظاهرا. این تا آهسته آهسته سرخ شده هم من میتونم دیگه چیزا را آماده بکنم. اجازه بتین یک دو تازی هم بگیرم. نایف هم گلپی هم نگوین که دوست ندارم ولی مفید است. سبرینا جان من نمیفهم که امروز شما چند رقم غذا پخته میکنین، هم گوشت گرفتین هم گلپی رو گرفتین هم زردک هم این کدوست؟ بله این کدو است. نایفم کدو هم خوش نداره نه؟ نه بسیار مزدار است، اما هم از اونها رو میخواین یک جا مکس کنین؟ ببینین دیگه، شما منتظر باشین تا آخرش. یک بار یادم است که بسیار خرد بودم و همراه دوستای همسن سالم خاله بازی به اصطلاح میکردیم. باز دو سه نفر خانه ما میمان آمدن از طفلای همسایه. مادرم خانه نبود. طبق معمول که از اونا یاد گرفته بودم یک دیگ بسیار بزرگ آب گذاشتم سر دیگ، برنج ریختم دهیش. همه کار درست انجام داده بودم اما در آخر دیدم برنج خمیر است، مثل شعله است. بازو را بردیم روبروی خانه ما، یک فضای سبز بود، ما او را در او چپک کردیم، او سو انداختیم به اصطلاح. و بعد از او ما بعد از چند وقت به کسی هم چیزی نگفتم، بعد از چند وقت ما فهمیدم که ما در دیگ روغن انداخته بودم. آیا یک خاطره است که همیشه به ذهنم میمانه که من دفعه اول که برنج پخته بودم در یک ظرف بسیار کلان با یک مشکل برخوردم و او رو سو انداختم. حال دیگه شاید کار کلش مساله کنه، باز شاید لاف شما بزنین. سلام برای سهاد، شما خوب است؟ تشکر. اید شما تبریک باشه. اید شما مبارک، ممنون، خوش آمدید. زنده باشین، تشکر. کامره ایم اید به شما تبریک میگه. تشکر ممنون. و شاید در افغانستان و شاید هم در جهان اولین بار باشه که دو کس در آشپزخانه اولین بار با هم روبرو میشن و در آشپزخانه اید تبریکی میگن. شاید هم اولین بار نباشه ولی خب به هر حال یا شما بخلم همیشه هم روی همگی در داخل آشپزخانه اید مبارکی میگن؟ نه شما اولین نفر هستین که اومدین داخل آشپزخانه ما و به شما اید تبریک بگم. دیانا جان شما وقتی همراه سبرینا جان میباشین مینایسی یک خواهر همراه زنا میباشین یا اینکه اونها را یک سیاست مدار فکر میکنین؟ خب ما مسلمان در خانه مینایس خواهر ولی خب خودش یکم در خانه هم سیاست مدار است. سر شما یک دفعه سیاست نمی کنه؟ زیاد یکان دفعه نیه، زیادتر از یکان دفعه. در یک خانه هست فرق نمی کنه، همی برنامه هایی که پیش میاد تمامش بر ما ایدیست. احتیاج به ایدی اگه منظور حتما ایدیست یا یک تحفه یا پولی چیزی باشه نه، هنوز همچین اتفاق نیفتاده. نه بخلم جیبا مشترک است، مثل که از ما کامره است. کسی که بر من ایدی میته باز کامره دلش جمع باشه، بخاطر ازی که باز او رو مکت کامره نصف میکنم و اگر به کامره کسی ایدی میته باز او رو کت من نصف میکنم. شما هم اونطور کار کنید؟ بله بر ما هم همونطور است دقیقا. تمام اعضای خانواده نه فقط حالا ما و سبرینا، خانه ما همونطور است که همه چیز مشترک است، هیچ چیز از هیچ کس جدا نیست. به خاطر همی هر کس که هر چیز به دست میاره و مربوط به تمام اعضای خانواده و اعضای فامیل میشه و همگی از او استفاده میکنن. ما میریم تو وقت امرای سبرینا جان صحبت میکنم، تو وقت همین نسوزه. حتما منتها خب ما مسئولیت چه گردن نمیگیرم چون من مسئولیت من امرای سبرینا گپ زدم گفتم مسئولیت حال که ما رفتیم مسئولیتش به دوش دیانا جان هسته. اگر سوختم باز مجبور این بار باز خودت اثر بپذی کنم. بسیار خب من حواسم است که این نسوزه که مجبور نشم دوباره آشپزی کنم. شما میوه دوست ندارین؟
چطور میوه رو دوست ندارین کدام؟ کسی دید تا حال که میوه رو دوست نداشته باشه؟ پس بگیرین یک چیز بخورین، نمیشه در صحبت کردن شما بازی میخورین. من بیکار هستم میخورم، شما برعکس میشه. واسه که شما میمون هستین، شما نوشان بکنین، من مصروف هستم. من نمیفهم، ما و کامران چقدر خوشبخت نیستیم. بخاطر اینکه پیش ادی امرازم که رفته بودیم اول تخم خوردن خودش شروع کرد، پیش صبرینا جانم که اومدیم اول سیب خوردن خودش شروع کرد. کدامشو میخوری تو؟ سیب. سنجر پیشتر به من گفت که عزیزی که من صبرینا جان بسیار دوست دارم، یکان دفعه صبرینا را صبرو صدا میکنم. صبرو کجا هستی؟ صبرو بیا، صبرو بیا که نان بخوریم. شاید سنجر تو نگفته باشه، ما پدرم مرا صبری صدا میکنن، صبری نه صبرو. سر بخشین یک سوال شخصی، اگرچه باید از خانمهای رو پرسانم نکنیم، چون حال کمره از امرایم ایجوره حتی کردم، شما چند سال دارین؟ من از او خانمهای نیستم که ناراحت شدم از پرسیدن، از گفتن سن و سالم. من همیشه دوست دارم که بزرگ به نظر برسم از آن چی که هستم. من 26 ساله هستم. سال گذشته که به انتخابات شرکت کرده بودم 25 ساله بودم. مهمان یار. مهمان یار. به نظرتون ازدواج بسن چند سالگی باشه خوب تر است؟ من فکر میکنم که بسته به خود اشخاص هستش و جو و وضعیت فامیلیشان، و بر سن پایین فکر میکنم خوب است که محدودیت باشه، که مثلا بالای 18 سال یا بالای 20 سال ازدواج بکنن. اما بر سن بالا من فکر میکنم محدودیت نباید باشه و همونطور هم هست. برای خانوما من فکر میکنم 25 تا 30 سالگی سن مناسب است، برای آقایان از 28 تا 30 32 سالگی فکر میکنم سن مناسب باشه. آل دیگه دلت جمع باشه، درست است؟ سنت بسیار کم است، 21 ساله، 22 ساله بسیار سن کم است. خانم صبرینا راستم میگه بخیر، هر وقت که 25 ساله الی 30 ساله وقتی عمرت شد بعد از اون باز بخیر ازدواج کن، درست است؟ و یک چیز دیگه، تو هم مرایت متوجه نیست وقتی که صبرینا جان خودشان یک ورزشکار بسیار خوب هم هستن، اما درست؟ خوبیش نمیفهمم، درجه شو باید کس دیگه بگویه، ولی ما سالها ورزش کردیم از زمانی که با مکتب بودم. ورزش چی؟ شاید با والیبال شروع کردم، البته ورزش های مقدماتی مثل آمادگی جسمانی و اینا خو همیشه هست در دروس ما بود. با والیبال شروع کردم، بعد تبدیل کردم ورزش خودم، 5 سال والیبال بازی میکردم به صورت تقریبا حرفه‌ای، بعد 5 سال است یا 6 سال است که بسکتبال بازی میکنم. با افغانستان هم البته بسکتبال بازی کردیم و میکنم، اما ورزش های دیگه ای را مثل شطرنج، مثل شنا، مثل یا بازی یا مثل بدمینتون اینا بلدیت دارم، شاید به صورت تفریحی بازی میکنم. یانا جان تو حالا اینجا بودیم؟ بله. شما مسئولیت مهم دادین بر من دیگه، رفتم. غذا آماده است یا نیست؟ فکر کنم آماده است. پس غذا رو شما آماده ساختین یا صبرینا جان؟ اینا رو چطور من نمیفهمم، چطور بگویم؟ از قدیم گفتن کار را که کردن که تمام کرد. خب دیگه خودتان تصمیم میگیرین. من فکر میکنم کار گروپی بود با امرایی شما، کمرا، دیانا جان و من. شاید من مهمترین بودم. خوشبختانه که آماده شد. شما نوشجان کنین، هم سرد نه؟ شما اگر اشتیا نداشته باشین که پسان بخوریم میشه. این مخصوص شماست، مایلی تا هر وقت که میخواین بخورین اختیارتان است، میخواین ببرین میتونین ببرین، چرا ظاهرا فکر میکنم عجله هم داره. چرا اینجا کدام جایی نیست که برای بخوره میشه، برای خوردن جایی نیست؟ جایی است، هر قسم که راحت باشین. شما بسیار تلفن صحبت کردین، وعده دادین که 5 میایم، 5 و نیم میایم، 6 میایم. نه درست که در میمونی وقتی که ما میمونی رفتیم باز همه چیز رو کنسل میکنیم، باز میمونی و گپا نیست. یکی در میمونی یکی باید سنت ساعت سعی نکنیم دیگه، باید هیچ وقت نگوییم که ما میریم یا ما ناوقت شده، دیگه پار باید نزنیم دیگه. بله میگم فکر کنم مریض هم نشین دیگه هیچ وقت، چون کمتر کسی پیش میه که دست بخت صبرینا رو بخوره. نام این غذایی که پخته کردین چی است؟ نام ندارم غذا است، من فکر میکنم که گوشت گوسفند است یا لم، و سبزیجات از اون طرف که دوست زردک است و گلپی است. میگن اونا خشک نیستم اینجا، بخرم که شما خمیر نمیتونین. ما خمیر نمیکنیم در خانه. نمیتونین نگو که نمیتونیم. اتفاقا ما در سالهای 71 تا 73 که کابل بودم و اون وقت امکانات، ما با مکرویان زندگی میکردیم، مکرویان کهنه بودیم، ولی امکانات میفهمید که برقا قطع شد و اینا، ما بسیار نان خوبی میپختم هم به داش و هم به سر تاوه.
بگویم چیه پس؟ بسیار خوشمزه است، بسیار زیاد دیگر. امیدوار هستم که این واقعیت بگوین، نپیشوری کامرا. واقعیت میگم بسیار زیاد خوشمزه است و من میترسم که مزه زیر کامرا نباید بچشه، بخاطر اینکه اگر یک بار این چشید باز شاید هر روز مرا بگویه که من میرم دستپخت سبرینا جان میخوایم نوشی جان کنم. پس هر روز امید نیست که کلچه بخورن، تا یگان روز اگر خواهش بکنن شاید ما بپذیریم. از امروز به بعد فکر میکنم که شما به جمع دوستای بسیار خوب ما پذیرفته شدین، در جمع فامیل ما هستین و هر وقت که دوست داشتین دروازه ما بر روی شما و مهمانای عزیز ما باز است. میشه که با غذا باشه، میشه که با کلچه باشه، یا که میشه با پیشانی باز برد. تل مجده میتونم برد که امیشیرید سونل چتری ورسته، او یک هنرپیشه بالیوود است، هنرپیشه مشهور بالیوود. ای گفت زنین اگر در تلویزیون نشه فکر میکنم دیگه دوستای من را اعلان نکنم. نه کمره پیشتر پوزانش کردم، گفت بسیار خوب پذیرایی شدیم، گفت واقعا من بسیار خوش هستم. درست است؟ خب شکر از شما، کمره رازیست. خواهش میکنم از شما هم تشکر. تن که سال و فال و مال و حال و اصل و نسل و بخت و تخت، بادتن در شهریاری بر قرار و بر دوام، سال خرم، فال نیکو، مال وافر، حال خوش، اصل ثابت، نسل باقی، تخت عالی، بخت رام. تشکر از شما یک جان، میمانی به پایان رسید و بسیار ببخشید که ما از اون میمانایی بودیم که کمک مزاحمتان شدیم. خواهش میکنم، مهمان حبیب خداست، شما خوش آمدین، عیدتان مبارک. و من که هستم باز مجیب خدا هستم. فرق نمیکنه، محب خدا، مجیب خدا، حبیب خدا، خداوند نام های زیادی داره و یکی از اون نام ها نصیب شما شده. امیدوار هستم که اما تو که از نام میبرایه و واقعا همکارایتان هم اگر کمره از شما راضی باشه کفایت میکنه که این نام برازنده شما است. راضی که هستی دیگه، همیشه که راضی نمی بود امروی من نمی بود. خدا حافظم، تشکر یک جانم. تشکر از شما، شب و روز و ایام خوب و خوش را برتان آرزو دارم. ایدی ندادیم سبرینا جان، یاد تان باشد رسد؟ سبرینا جان میداد رسی من مانه شدم. خواه بخیر باشه. گفتم نام خدا کلام شدن دیگه، ایتیج به ایدی ندارم. گوشد ناراحت شدن. خواه بخیر باز دیدی دیگه باز میایم منتها باز ایدی یاد تان ندارم. اگه ناراحت نمیشین نه ایدی آماده است. نه نه تشکر باشه. خواهش میکنم. چیزی که به زمان خواسته شد بازو خوش نیست، همه نمازه نداره. خدا حافظ. 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 خدا حافظ